شماره بفرمایید. خواهش میکنم، شما روی بلنگو هستید. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، من رامین هستم. یه سلامی میخواستم عرض کنم خدمت شما و تمام بیننده های شما و یه تشکر بکنم از بابت برنامه های خیلی خوب و آموزنده‌ای که دارید. من زیاد وقت برنامه تون رو نمیگیرم. یک توضیح کوتاهی در رابطه با فرمایشات حضرت عالی میخواستم بدم. ما با توجه به این که در دنیای زندگی میکنیم که علم ارجحیت پیدا کرده به تعالیم دینی و سازگاری مردم بیشتر با حقایق علمی هست تا با آموزه‌های دینی، و تصور اشتباهی به وجود اومده که علم کاملا مخالف دین هست و یا نقض کننده دین هست، چند مورد رو من میخواستم خدمتتون توضیح بدم اگر که اجازه بدید. خواهش میکنم، بفرمایید. اولا اینکه شما چند وقت پیش موضوعی رو مطرح کردید در رابطه با یک نقشه ساختمانی، در رابطه با ساختار وجودی هر موجود زنده‌ای. از لحاظ علمی من میخواستم این رو برای شما کمی بشکافم و شاید برای دوستان جذاب باشه. همونطور که شما هم فرمودین، در حال حاضر کوچکترین ذره‌ای که هر ماده‌ای داره که ما بهش اتم میگیم، اتم‌ها از سه عنصر به غیر از هسته مرکزی، از سه عنصر الکترون، پروتون و نوترون تشکیل شدن که در مدارهای کاملا مشخصی دور هسته اصلی اتم در حال گردش هستند. و این عناصر از لحاظ ساختاری تماما یکی هستند، ولی نوع مدارهای حرکتی اونها که ما اصطلاحا بهشون میگیم اوربیتال، از لحاظ علمی بهشون اوربیتال میگیم، و ساختار اوربیتال های مختلف باعث شکل دادن اجزای مختلف یک ماده ای میشه. ولی از در کل اگر شما بخواید حساب بکنید، ساختار اصلی ذرات تماما از یک حالت و یک اندازه و یک ساختار منظم و ثابتی به وجود اومده. اگر یکم بخوایم این موضوع رو بیشتر بشکافیم و بگیم که خود این ذرات از چه چیزی به وجود اومده، آخرین کشفیات علمی نشون میده که خود پروتون و نوترون از ذرات بسیار ریزی به نام کوارک به وجود اومده، که همین ذرات بسیار ریز باعث ساخته شدن ساختار اصلی این مواد میشه که بتونه با حرکات مدور و دورانی که داره یک هسته رو تشکیل بده یا یک اتم رو تشکیل بده. ولی خود اون کوارک از چه چیزی تشکیل شده هنوز هیچ کس این رو نمیدونه. بله. یعنی علم به اونجا هنوز دست پیدا نکرده که ما بتونیم ذره کوچکتر از کوارک رو بتونیم کشف بکنیم و توجیه منطقی براش بیاریم. بله. مورد اولی که میخواستم خدمتون بگم این بود. و در رابطه با فرمایشات حضرت عالی در رابطه با آیه شماره 35 و بحث ماده و انرژی، این رو من میخواستم خدمت دوستان بگم که اولین نفری که نظریه ای رو در رابطه با بحث استمرار ماده و انرژی در کنار هم داد، که همه دوستان میدونن که انیشتن بود و به عنوان نظریه نسبیت انیشتن میشناسن، و این نظریه نسبیت دو حالت داره، دو بخش داره، نظریه نسبیت خاص انیشتن و عام بهش میگن. در نظریه خاص، نسبیت خاص، دقیقاً اعلام شده که ماده به انرژی تبدیل میشه و انرژی به ماده، هیچ کدوم از بین نمیرن و فقط از صورتی به صورت دیگه برمیگردن، اون نظریه معروفی که میشناسن از انیشتن. دقیقاً
صحبت حضرت عالی در رابطه با توصیف این مسئله در آیه 35 این سوره است که همزمان بخش دوم نظریه نسبیت خاص انیشتین در آیه 47 سوره حج اومده که اگر که شما اشراف داشته باشید در حال حاضر به قرآن، من ترجمهش رو برای شما میخونم، و کافران از تو تقاضای تعجیل در عذاب میکنند و هرگز خدا در وعده خود به عذاب آنان خلف نخواهد کرد و همانا یک روز نزد خدا چون هزار سال به حساب شما خواهد بود. در بخش بعدی نظریه نسبیت خاص انیشتین وقتی که بحث زمان مطرح میشه، این نظریه مطرح میشه که امکان گذران زمان بسیار زیادی از لحاظ دید انسانی در فضایی خاص یا بعد چهارم از لحاظ مقدار زمانی زمینی وجود داره و این نظریه کاملا ثابت شده. و من فقط میخواستم اینجا به دوستان بگم که تمام مواردی که در قرآن بهش اشاره شده تماما استدلالهای علمی داره که در حال حاضر وجود داره، در جامعه ما وجود داره، پس کسی نمیتونه قرآن رو نفی بکنه و آموزه‌های قرآن رو نفی بکنه و اون رو مخالف بر علم و یا آموزه‌های علمی الان بدونه. و اتفاقا من میتونم این رو در حالا اگر که امکانش باشه در برنامه‌های بعدی این رو در بخش‌های مختلف روی آیه‌های مختلف قرآن برای شما اثبات کنم که مواردی رو که قرآن در اون زمانی که نازل شده ابراز کرده، بعد از این همه سال تازه علم تونسته به اثبات این موارد برسه و اونها رو کاملا ثابت کنه و این خودش نشون دهنده تکمیل بودن و کامل بودن و اکمل بودن این کتاب رو میده. یک دنیا ممنون و متشکر هستم از مشارکت شما. به نظر میاد که شما از نظر سنی جوان هم باشید و خوشبختی و خوشبختی ما و شنوندگان دیگر ما این است که با ورود و حضور این نسل همسن و سال شما درهای جدیدی برای ما گشوده میشه و می توانیم که در اشتراک بیشتری منافع این کتاب عظیم پربرکت بی انتها در برکت رو نصیب دیگران هم بکنیم و همین تغییر و تحولی که در تعداد بینندگان و نوع بینندگان ایجاد میشه یکی از بزرگترین مواهب الهی است که به تدریج شامل حال ما و بینندگان ما میشه. از تشریف فرماییتون روی خط یک دنیا سپاسگزارم. در برنامه های آینده هم منتظر تشریف فرمایی و اظهار نظر شما بیشتر با اتکا به آیه های قرآن هستیم و این انتظار باعث میشه که کم کم جوان های دیگر هم سر شوق بیایند و بیننده این برنامه باشند. اجر شما با خدا هستم. ممنون و متشکرم از شما. خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار. خدا حافظ. بسیار تشکر میکنم از اینکه این دوست ارجمند بیننده ما بودند و انشاءالله که نظیر هم کسی را میپردازیم. به آیه شماره 44 در ادامه آیه 43 که گفت خدا به شیطان که تو را بر بندگان من تسلطی نیست، سلطه‌ای نیست، مگر بر بندگانی دارای تسلط هستی که از گمراهان هستند و اون گمراهان تو را پیروی می کنند. بنابراین امروز با این آیه شماره 42 ما بایستی که کاملا نگرش مختلفی به شیطان پیدا بکنیم.
و این نگرش بسیار منفی که تا امروز داشتیم و گاه به شیطان قدرت خدایی میدادیم و از وجود شیطان و از قدرت شیطان به شرک میرسیدیم، این رو باید کنار بگذاریم و ببینیم که شیطان در واقع یک خاصیت ذهنیه، ذهنیت و نفسانیت انسانه. در این آیه میگوید که کسانی از بندگان من که گمراه نیستند شیطان بر اینها سلطه ای ندارد. یعنی کی میگوید؟ خدا، نه شیطان. خدا که خالق شیطان است و خالق جن است و خالق فرشته است و خالق انسان است، اون خدا میگوید که این شیطان فقط بر گمراهان دارای تسلط است. یعنی پیروان شیطان گمراهان هستند و گمراه رو گمراه تر میکنه، ولی کسانی که عباد خالص هستند، عباد خالص، هیچ نوع نفوذی از شیطان نمیپذیرند و شیطان هیچ سلطه‌ای بر عباد خاص و عباد خالص ندارد. شیطان خودش گمراه است و شیطان در واقع رهبر گمراهان است. این است که شما اگر که مورد سلطه شیطان قرار گرفته اید، باز باید به خودتون مراجعه کنید، با این اطلاعات قرآنی از خودتون سوال بکنید که من چرا تابع شیطان هستم، من چرا فریب شیطان رو میخورم. پاسخ قرآن بسیار روشن است: برای اینکه خودتون شیطان هستید، برای اینکه فقط شیطان فریب شیطان رو میخوره. انسان خالص و انسان عابد و انسان غیر گمراه به موجب این تضمین قرآن، به موجب این تضمین قرآن، انسانی که گمراه نباشد تسلط شیطان رو بر خود نمیپذیرد و پیرو شیطان نمیشود و انسان راستکار و انسانی که در صراط مستقیم قدم برمی‌دارد وحشتی از شیطان ندارد. یعنی همه کسانی که فریب شیطان رو می‌خورند شیطانی هستند. خود اینها در درجات دیگر شیطان هستند، گمراه هستند که گمراه تر می‌شوند و گمراه تر می‌کنند. داستان دراکولا رو بارها برای شما گفتم. دراکولا یک کنت انگلیسی بوده، در داستان ها آمده، اسطوره های اروپایی، که این خونخوار بوده، خفاش بوده. کسانی که معتقد به تناسخ هستند میگن که خفاش بوده، خونخوار بوده، شبکور بوده و این روزها در لباس خفاش در یک جای تاریکی پنهان می شده یا در تابوت می خوابیده که تاریک باشه و شبها در لباس این خفاش در جسم و در واقع در یک اندام انسان کنت شاهزاده انگلیسی بیرون می آمده و این چون خفاش بوده، آدم که نبوده، ولی در شکل خفاش ظاهر می شده، به خونخواری ادامه می داده. خاصیت این شیطان و این خونخوار این بوده که این خب اولا از راه گمراه کردن و خون خوردن که یکی از تشبیهات خونخواری مربوط به ارتباطش با گمراهی میشه، خون میخورده و گردن هر کسی رو که گاز میگرفته و خونش رو از این شاهرگی که این شاهرگ چون مربوط میشه به اصطلاح بیشتر جریان خون در این رگ ها هست، از همین رگ ها تغذیه میکرده. خاصیتش این بوده که خون هر کسی رو که میخورده او هم شیطان میشده و با هم همکار میشدن، شیطان استاد، شیطان شاگرد، و به جان دیگران میافتادن و به این ترتیب خونخواری رو در جامعه نهادینه میکرده. همه بچه شیطان ها خودشون شیطان میشدن، اون یکی رو گاز میگرفت، اون یکی شیطان میشد، اون شیطان دیگری رو گاز میگرفت. همه آدم ها محکوم و حاکم، مظلوم و ظالم بودن. مظلوم بودن برای اینکه شیطان قبلی خون اینها رو باید بخوره و ظالم بودن برای اینکه خود اینها هم عادت به خونخواری پیدا میکردن، یک خون بده دیگری رو پیدا میکردن که خون اون رو بخورن. نتیجتا یک رابطه ظالم و مظلوم در خونخواری
و خون دادن، خون خوردن و خون دادن، و نسل شیطان به این ترتیب تلقیح میکنه. یعنی در این داستان ها وقتی دقت میکنید، لقاح شیطان و تولید مثل شیطان و تکثیر شیطان از طریق همین گمراه کردن ادامه پیدا میکنه. حالا اون خون خوردن و اون مثال هایی که در اسطوره های انگلیسی آمده، در این متن قرآنی، در این آیه قرآنی به این صورت گفته میشه که این شیطان فقط گمراه رو گمراه میکنه، و اون که با این شیطان گمراه شده، همراه این شیطان و هم داستان این شیطان، نفر سوم رو گمراه میکنه. نفر سوم به اینها میپیونده، نفر چهارم رو سه نفری گمراه میکنند، و لشکری از گمراه کننده و لشکری از شیاطین در جامعه توسعه پیدا میکنند و تکثیر پیدا میکنند. شما رو به خدا سوگند میدم، آیا در جامعه امروز که نگاه میکنید چند نفر جمعیتی میبینید که در اثر این خون خوردن یا در اثر این گمراه کردن، حالا هر کدام از داستانها رو که بیشتر دوست دارید قبول کنید، چه تئاتر قرآن رو چه سینمای اسطوره دراکولا رو، هر دوش یکیه در این مورد که تکثیر شیطان و شیطان پرستی در جامعه چطور انجام میشه. ببینید که آیا جامعه ما امروز چند میلیون شیطان و شیطان پرست داره. اشکار کار در این است که حاکم و محکوم در یکی خلاصه میشه، یعنی همه کسانی که شیطان هستند، شیطان پرست هم هستند، و این شیطان پرستی و شاگردی شیطان در گمراه ساختن، همه کسانی که گمراه هستند گمراه هم می سازند، و این اصل قرآنی بر این حکم بیان می کند که آیه 42 و 43 می گوید که در آیه 43 آیه 42 میگوید که بی تردید عبادت کنندگان من نیستند برای تو هیچ نوع تأمین کننده، هیچ قدرتی، هیچ سلطه‌ای، هیچ سلطه‌ای بر عباد من نداری تو، مگر تو سلطه داری بر کسانی که تبعیت میکنند از تو، که اون افراد جزء گمراهان هستند. و بعد در آیه 43 میگوید که و بی تردید جهنم میباشد لموعدهم وعدگاه ایشان، اجمعی در حال جمع. در آیه 44 میگوید که وارد دوزخی می شوند، اون دوزخی که وعدگاه اونهاست، که برای آن هفت در است و از هر دری بخشی معین از آنان وارد می شوند. عدد هفت در زبان عربی یکی از اعدادی است که هر کدام این اعداد از نظر تاریخی یک سابقه ای دارند، مثل عدد هفت، عدد چهل، عدد صد، عدد هزار، که گویای یکی از مقاطع تاریخ هستند و گویای یک نگرش فرهنگی هستند و گویای یک فهمی از یک فرهنگی در یک مقطع زمانی هستند. به نظر می رسد که عدد هفت عددی است که عدد شامل است، در واقع عددی است که کامل و شامل شرایط و موضوعات مختلف رو در بر میگیرد. هفت در جهنم عبارت از این است که از هر سویی که در واقع شخص عملی انجام میدهد که مستحق ورود به جهنم است، از جهنم راه فراری ندارد. یعنی همه جهنم دروازه است، همه جهنم در است، و هر کجا و از هر سویی که شخص گناهکار
و شخص گناهکار کننده حرکت می کند و فرار می کند، به یکی از درهای عذاب وارد می شود. و این به این معنی نیست که جهنم یک جای محدود و محفوظی است که دور اون هفت در قرار دادن و افراد هر کدامشون دسته دسته از یکی از این درها وارد سالن تئاتر میشن. هفت در یعنی هر سویی که بروی به یکی از درهای جهنم برمیخوری، به یکی از دروازه های باب، بیشتر به معنای دروازه است تا در، در به مفهوم مدرن امروزی ما معنی میکنیم، ولی باب به معنای دروازه است که نشان دهنده یک مرزی است و یک تغییر شرایطی است. که مثلا اینجا که دروازه زدن در بیابان، این طرفش ملک حسن است، اون طرف ملک حسین است. لزوما یک در چوبی با قفل و آلمانی و اینها روش نیست، یا خط یک چوبی که نجاری کرده باشند و در واقع انسداد ایجاد نمیکنه، در تغییر محیط رو نشان میده. و بیشتر دروازه معنی کنیم معنی کامل تری میدهد. از هر طرفی که شما حرکت بکنید، اگر گمراه باشید وارد عذاب ناشی از گمراهی میشوید و هیچ سویی نیست که معاف از این حرکت باشد. این معنای هفت به گمان من در این آیه قرآن است. در آیه 45 میگوید که بیگمان پرهیزکاران در باغها و در چشم سارانند. در آیه شماره 44 لها برای ایشان سبعتو هفت میباشد ابواب در دروازه ها، هفت دروازه میباشد لکلی برای هر بابین دروازه‌ای منهم در میان ایشان جزءٌ یک جزئی یک بخشی می باشد مقسوم، یعنی هر کدام از این درها قسمت یک گروهی از این گمراهان است. یعنی هر گروهی از این گمراهان متعلق به یکی از این دروازه ها هستند و هیچ گروهی نیستند از این گمراهان که معاف و در واقع دور باشند از این دروازه ها. یعنی حرکت بکنند به یک جهتی و به یکی از این دروازه ها مصادف نشند. در آیه 45 میگوید که این در مقابل اینها کسانی که المتقین دارای تقوا هستند، اینها خواهند بود در جنات در باغهایی که و عیون در اونها آبهای چشم سار و آبی که از زمین بیرون میاد، چشمه به اصطلاح در اونجا هست. در آیه 46 میگوید به آنان گویند با سلامتی و ایمنی در آنجا داخل بشوید. و در آیه 47 میگوید و آنچه کینه و در واقع شایبه های نفسانی در سینه های آنان است، برکنیم برادرانه بر تخت های روبروی یکدیگر نشستند. در آیه 46 ادخلوها میگویند که داخل شوید بسلام با سلام و صلح آمینی در حال داشتن امنیت کامل. و نزعنا خدا سخن میگوید، متحد میشود و میگوید ما خارج میکنیم و دور میکنیم آنچه در صدورهم قلبها و در صدرهای ایشان است من از غل از عدم دوستی یا از کینه، از گله، از دشمنی اخوانا بین برادران علا در آن
سرورین که در سینه های آنان هست بر می کنیم، بر می داریم از کسانی که در اونجا در بهشت در مقابل هم هستند. به بهان بیان دیگر خداوند در این آیه متعهد می شود که در مقابل گمراهانی که مرتب همدیگر رو گمراه می کنند و امروز جمعیت عظیمی از جهان رو تشکیل دادند، چون مثل کرم رشد می کنند و با همون سرعت تعداد اونها افسوده می شود، در مقابل اونها متقی هم قرار دارد. توجه داشته باشید که در مقابل این گمراه متقی رو قرار داده، اسم دیگری هم می توانست قرار بدهد. یعنی اینها از چی گمراه شدند؟ این که من از شما می خواهم که به ظرائف قرآن، به ظرائف قرآن، به لطائف کلامی قرآن، به ارتباطات منطقی قرآن توجه دقیق کنید، این است که شما گمراهی را در اینجا دارید. خب آدم از خودش سوال میکنه اینها گمراه از چی شدن؟ 1,000,000 چیز ممکنه باشه که ما از اونها گمراه شدیم. از کدامش گمراه شدیم؟ به مناسبت گمراهی از چه چیز است که به این روز افتاده ایم؟ همه قرآن رو از اول تا آخر بخوانیم ببینیم که در چه مواردی گمراه شدیم. ما میخوام اصلاح کنیم دیگه. حالا اونها گمراه شدن به جهنم میرن. من که نمیخوام گمراه بشم. من باید مفهوم گمراهی رو بفهمم. که درسته که هزاران چیز وجود داره که آدمو گمراه میکنه، ولی اون عامل و اون فاکتورهای اصلی که باعث گمراهی جهنم رفتن میشه، اونها رو من میخوام بشناسم، درمان کنم. اونها رو قرآن جواب میده. در مقابل اون گمراه، در مقابل کسی که به گمراهی و غفلت و شیطان پرستی اسیر شده، این طرف ما نگاه میکنیم که مقابل اون چیست که او از این کار گمراه شده. میبینیم تقواست. در مقابل کسانی که گمراه شدن میگوید که کسانی که المتقین آیه 45، در مقابل اون کسانی که گمراه شدند و به جهنم افتادند و از هفت عرفاری رفتند به جهنم سر در آوردند، در مقابل اونها کسانی که تقوا داشتند، یعنی این گمراهان کسانی بودند که تقوا نداشتند. محور اصلی و استوانه اساسی تقوا انفاق، یعنی کسانی که انفاق نمی کنند گمراه محسوب می شوند، در این مقایسه که در مقابل هم قرار می دن داد. یعنی تقوا را در مقابل گمراهی قرار داده. اینها از چی گمراه شدن؟ از تقوا. از چه چیز تقوا گمراه شدن؟ از نماز، از روزه، از قبول نداشتن غیب. برای اینهاست، اینها که همه عقیده است. از عمل ندادن انفاق، از تقوا خارج شدن، گمراه شدن. این گمراهی تایید آیه شماره 2, 3, 4, 5, 6 سوره بقره است، در علت و در لحاظهای مختلفی که به گمراهی ختم میشه. و در آیه 47 میگوید کسانی که دارای تقوا هستند، بالاخره اینها آدم هستند دیگه، از همدیگه ممکنه گله‌ای پیدا بکنن، ممکنه کدورتی پیدا بکنن. اگر کسی تقوا داشته باشه، متقی در مقابل متقی قرار میگیره، همه گله هاش فرو میریزه، همه اشتباهات بخشیده میشه، دو مرتبه با هم برادر میشن، دو مرتبه دست در دست هم متحد میشن. این خاصیت اتحادی است که برای اولین بار قرآن در اینجا اشاره میکنه که کسانی که متقی هستند، اگر هم گله گذاری از هم دارن، کندی هایی دیدن، نقوصی از هم دیدن، اشتباهاتی دیدن، به محض اینکه اینها مقابل هم برسن، همه اینها فرو میریزه. در آیه شماره 48، نه رنجی در آنها با آنها میرسد در آنجا و نه از آنجا بیرون رانده می شوند. به بندگان من خبر ده که منم آمرزنده مهربان و اینکه عذاب من عذابی است دردناک، و از مهمانان ابراهیم به آنان خبر ده. و در آیه 48، یمسوهم لا
یمسوهم. در آیه 48 میگوید که نه رنجی در آنجا به آنها میرسد، نه مس میکند به آنها میرسد. در آنجا نصب، نصب رنجی و ما، و نه ایشان از آنجا اخراج می شوند. در آیه 49 می گوید که خبر ده عبادت کنندگان مرا که من هستم غفور و رحیم. و در آیه 50 می گوید که و این که عذابی که من وارد می کنم، آن عذاب عذابی است دردناک یا دردآور. و بعد موضوع عوض می شود و موضوع جدید در ارتباط با مهمانی ابراهیم آغاز می شود. تا اون آغاز، در این پایان به این بخش از برنامه های امروز پایان می دهیم. از طول برنامه پوزش می خواهم و برای دقایقی بعد از برنامه من قادر خواهم بود که در فیسبوک نظریات شما رو بخوانم و در فیسبوک به نظریات شما برای چند دقیقه پاسخ بدهم به صورت کتبی. کسانی که مایلند با ما ادامه بدهند در فیسبوک، من تا چند دقیقه دیگر در استودیو هستم. برنامه در اینجا روی فیسبوک به پایان میرسه. در بقیه پلتفرم ها برنامه به طریق معمول ادامه دارد. شاد و سربلند باشید. تا نشستی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار شما. خدا حافظ.